توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن. بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم، عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن، عده داخل کشور هستن و مشخص هست دارن توطئه میکنن. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص، این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن. متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن. متاسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش حمله میکنن. همون کسانی که این پوتر رو کشف کردند در داخل ارتش بودند. بنابراین کوبیدن ارتش به طور کلی عمل صحیحی نیست. عملی است که استعمار می‌خواهد. شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. و مسئله پاکسازی مسئله خطرناکی است. مطرح کردند که تیپ نوهد را منحل کنیم. آیا صحیح است که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً 1/10 آنها به دشمن بپیوندند؟ من تعجب می‌کنم که جناب دکتر روحانی که خودشون دستن در کار ارتش هستند به این مشکلات آگاهی کامل دارند. این ارتش با تمام هجوم و حمله‌ای که بهش میشه ارتشی نبود که با ملت ما بجنگه. به خدای بزرگ سوگند می‌خورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز می‌خوانم. صیاد شیرازی که در پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته باشد. سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی شماست کسی است که بیشتر مؤمنین شما در پشت او نماز می‌خوانند.